محاکمه 3 زن در جریان دادگاه‌های سیلم 1 مارس 1692، 1 مارس 1692، تیتوبا برده آفریقای آمریکایی در دهکده سیلم ماساچوست به جادوگری اعتراف کرد. او در حالی که استراب در چشمانش موج می‌زد، با صدایی لرزان در حضور ده‌ها تن از اهالی دهکده و قضاتی که در جایگاه قضاوت نشسته بودند، اقرار کرد: من با مردی سرتاپا سیاه پوش در ارتباط بودم. او خود را شیطان معرفی کرد و مرا مجبور کرد او را بپرستم. شیطان به من دستور می داد تا کودکان دهکده را اذیت کنم و در مراسم های خارج از عرف مانند غیب گویی یا پرستش شیطان حضور داشته باشم. من پس از آن هم برای عبادت در کلیسا حضور پیدا نمی کردم. تیتوبا نه تنها افراد دیگری مانند سارا گود و سارا آزبون را هم به جادوگری متهم کرد، بلکه ادعا داشت با موجوداتی مانند سگ سیاه، موش قرمز، پرنده زرد، گراز، گرگ و گربه هم صحبت کرده. در روزهای بعد سارا گود و آزبورن هم به دادگاه احضار شدند. آزبورن تمام ادعاها را رد کرد و گفت چون گود یک بدهکار بی خانمان و فقیر است و تیتوبا هم چون یک برده سیاه پوست است، از سر حسادت به او تهمت جادوگری زدند. اما شواهد نشان می داد آزبورن هفته ها بود که برای عبادت به کلیسا نرفته بود و همین دلیل برای محکوم شدن او کافی بود. گود و آزبورن مرتباً تهمت جادوگری را رد می کردند، اما تیتوبا اعتراف کرده بود که در بند شیطان بوده و اون دو هم با او همکاری می کردند. تیتوبا پس از آزادی در مصاحبه های مختلف اعتراف کرد که برای برانگیختن احساسات مردم و جلب توجه آنها این داستان ها را سرهم کرده، چون یک سیاه پوست بوده و شانسی برای آزادی یا رفع اتهام نداشته. سرانجام سارا گود به اتهام جادوگری در 29 ژوئیه همان سال به دار آویخته شد. سارا آزبورن در 29 می در زندان درگذشت و تیتوبا پس از 13 ماه به یک تاجر برده فروخته شد.